سلام دوستان، رکو هستم و با یک برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به حواشی عجیب گلشیفته و پیمان معادی میپردازیم، پس با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما شوید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. ظاهراً باید چند سال از اظهارات عجیب گلشیفته فراهانی درباره اصغر فرهادی میگذشت تا یکی از همکارانش به آن واکنش نشان دهد. سال 1391 بود که روزنامه گاردین گزارشی از گفتگو با این بازیگر ایرانی منتشر کرد. منتها حضور جنجالی او در یک فیلم فرانسوی در آن سال باعث شد بخشی دیگر از حرفایش که انتقاد به اصغر فرهادی بود چندان به چشم نیاید. گلشیفته طی آن گفتگو به گزارشگر گاردین درباره فیلمبرداری فیلم درباره الی به کارگردانی اصغر فرهادی گفته بود که فرهادی او را شکنجه می کرد و او را مجبور می کرد نیم ساعت در ساحل دریای خزر داد بزند و صبحانه آرد نخود بخورد تا صدایش در فیلمبرداری گرفته شود. این بخش از گزارش گاردین آن سال بسیار به مذاق رسانه‌های اصولگرا در ایران خوش آمد. فراهانی همچنین در آن گفتگو غیر مستقیم به مانی حقیقی یکی از بازیگران فیلم اشاره کرده و گفته بود به دلیل ضربه ای که بازیگر دیگر در خلال فیلم به او وارد کرد پرده ی گوشش سوراخ شده، اما کارگردان اجازه نداد تا انتهای روز بعد و پایان فیلم برداری به بیمارستان برود. او در ادامه گفته بود آنها دیگر از آن زمان با من صحبت هم نکردند. او دوست من است اما نمیتواند با من صحبت کند. او از ایران خارج می شود و دوباره بر می گردد. اما من الان شیطان هستم. شوک یکی از ابزار کنترل آنهاست. من از هر فیلمی که بازی کردم زخمی در بدن دارم. در ادامه آستین و شلوارش را بالا می زند تا آنها را به من نشان دهد. می گوید آنها بدتر از سگ با تو رفتار می کنند. تو باید مانند برده کار کنی تا آنها را خوشنود کنی. اوضاع باید اینگونه باشد. باید در هر فیلمی احساس کنی که آخر کار توست. حالا پس از 8 سال پیمان معادی، یکی دیگر از بازیگران فیلم درباره الی، به این اظهارات واکنش نشان داده است. در تازه ترین شماره ماهنامه اندیشه پویا، علیرضا اکبری با او به گفتگو نشسته و پرسیده در مورد درباره الی بعدها حاشیه هایی هم با حرفهای گلشیفته فراهانی مطرح شد. درباره برخورد خشن بازیگران با یکدیگر یا برخورد خشن کارگردان با بازیگران، این شایعات تا چه حد صحت داشت؟ معادی پاسخ داده این یک بی‌انصافی محض است و از بابت آن بسیار متاسفم. ما در دوره بازی در درباره الی سختی‌های زیادی کشیدیم. اختلاف‌هایی در گروه به وجود آمد ولی هیچ کدام به دلیل خشونت کارگردان نبود. آن سالها هیچ جایزه‌ای به بازی‌های درباره الی داده نشد، چون رئیس هیئت داوران آن سال گفته بود فرهادی با شلاق افتاده بوده به جان اینها و اینها تحت تاثیر شکنجه‌ای که شده اند دارند بازی می‌کنند. اگر اینطوری بود که بقیه کارگردان‌ها هم با شلاق بازی‌های درخشان می‌گرفتند. در صورتی که موقع بازی در درباره الی به ما خیلی خوش گذشت. فرهادی از هر 9 نفر ما به 9 شیوه به خصوصی که برای شخصیت ما طراحی کرده بود و متناسب با روحیات خود ما هم بود بازی می گرفت. خب این آدم است که می تواند چنین کاری بکند. درباره الی فیلم ملتهبی است و وقتی شما دارید در فیلمی بازی می کنید که 3 ماه لب دریا هستید و نه شما حق دارید گروه را ترک کنید و خانواده ها هم حق ندارند به دیدن گروه بیایند، طبیعی است که ممکن است اختلافاتی در گروه پیش بیاید. نوع کار استرسا بود ولی بعدها چیزهایی در مورد پشت صحنه فیلم شنیدم که به هیچ وجه صحت نداشت. فرهادی کاملا تکنیکی بازی می گرفت. نیازی نداشت که بازیگران را شکنجه دهد. البته فرهادی فضای پشت صحنه را بر اساس فضای داستان فیلم هدایت می کند. مثلا وقتی داشتیم جدایی نادر از سیمین را بازی می کردیم به من گفت که نمی خواهم تو زیاد به شهاب حسینی در پشت صحنه نزدیک شوی. ولی این فرق دارد با اینکه بگوییم کارگردان ما را شکنجه می‌داده است. مهم نتیجه کار است. حتی اگر به شیوه کوبریک فیلمبرداری فیلم آخرش چشمان کاملا بسته 400 روز طول بکشد، اما به این قیمت که به هر شکل ممکن دقیق‌ترین جزئیات را با بالاترین استانداردها مقابل دوربین ببریم. بیراه نیست اگر بگوییم درباره الی فیلم عجیبی است و همانطور که سرنوشت کارگردان و بازیگرانش را تغییر داد، در بخش‌های از فرهنگ عمومی هم اثرات عمیقی گذاشت.
فیلم روایتی خطی دارد بدون پیچیدگی های ساختاری، اما ماجرایی که در آن اتفاق می افتد آنقدر هولناک و پیچیده است که حتی از تحمل هم خارج می شود. و بعد از دیدن فیلم غمی در بیننده می نشیند از ندانم کاری های احتمالیش، از سرانجامی که یک دروغ آن هم ناخواسته دارد، از یک نیت خیرخواهانه ساده لوحانه که تمامی قواعد عرفی و آیینی را به هم می ریزد، از غم از دست رفتن یک انسان به خاطر حفاظت از بچه هایی که نمی شناسد، از هول آبروی برباد رفته ای که احتمال نزدیک به یقین بافت خانوادگی را به هم می ریزد. ولی گذشته از این روایت روان و جذاب فیلم، درباره الی از آن جهت که موج جدیدی در سینمای ایران ایجاد کرد بسیار پر اهمیت و ویژه است. درباره الی موجی دوباره در سینما راه انداخت، همانطور که تقریبا 40 سال پیش از آن فیلم قیصر کیمیایی و گاو مهرجویی و برخی دیگر موجی نو را راه انداخته بودند. در ادامه بیوگرافی مختصری از گلشیفته فراهانی و پیمان معادی را با هم مرور می‌کنیم. پیمان معادی کارگردان، بازیگر و فیلمنامه نویس ایرانی متولد 9 تیر 1346 در نیویورک می باشد. وی فارغ التحصیل رشته مهندسی متالوژی از دانشگاه آزاد کرج در سال 1373 است. او ابتدا فعالیت خود را در سینما در سال 79 با نویسندگی آغاز کرد و فیلمنامه فیلم آواز قو را نوشت. اما در فاصله سالهای 87 تا 89 با بازی در فیلم جدایی نادر از سیمین و درباره الی به کارگردانی اصغر فرهادی به خوبی شناخته شد و بازیهای درخشان او در این فیلمها به خاطر همگی ماند. پیمان معادی علاوه بر حضور در فیلمهای ایرانی در پروژههای سینمایی و تلویزیونی خارجی نیز حضور داشته است. در سال 2014 در سریال شب محصول شبکه HBO حضور داشت. همینطور در فیلم‌های کمپ ایکس ری، آخرین شوالیه ها، 13 ساعت و 6 زیرزمینی به ایفای نقش پرداخته است. پیمان معادی متأهل می باشد و ازدواج کرده است. فرانک قوانلو نام همسر وی می باشد. این زوج دو فرزند به نام‌های باران و رایان نیز دارند. رهاورد یا گلشیفته فراهانی متولد 19 تیر 1362 در تهران و بازیگر است. فوق دیپلم رشته موسیقی از دانشگاه جامعه علمی کاربردی و دیپلم گرافیک از هنرستان تجسمی می باشد. به جز بازیگری تجربه خوانندگی و نوازندگی هم دارد. پدرش بهزاد فراهانی و مادرش فهیمه رحیم نیا هر دو از بازیگران قدیمی هستند. یک خواهر بزرگتر به نام شقایق فراهانی و یک برادر بزرگتر به نام آذرخش دارند. به خاطر عدم اجازه ثبت احوال وقت برای درج نام گلشیفته در شناسنامه، نام رهاورد را دارد. در سال 1376 وقتی تنها 14 سال داشت، برای اولین بار در فیلم درخت گلابی جلوی دوربین رفت و برای این فیلم سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول جشنواره فیلم فجر را گرفت. با هفتمین تجربه بازیگری در فیلم اشک سرما در سال 1382 موفق به کسب تندیس بهترین بازیگر نقش اول از خانه سینما شد. سپس با فیلم بوتیک همین سال جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره بزرگ سقاره در نانت فرانسه را به دست آورد که چهره اش را شناخته تر از قبل کرد. اما یکی از کارهای بیادماندنی که علاوه بر شهرت به محبوبیت هم رسید، فیلم درباره الی به کارگردانی اصغر فرهادی بود که سال 87 در نقش سپیده بازی کرد. قبل از فیلم درباره الی به طور پنهانی در یک فیلم هالیوودی به نام یک مشت دروغ در سال 87 بازی کرد. انتشار عکس‌های این فیلم موجب بازداشت و بازگشایی شدن وی شد. خروجش از کشور و حضور در فرش قرمز این فیلم هالیوودی دیگر راهی برای بازگشت او باقی نگذاشت و در حال حاضر ساکن کشور فرانسه می باشد. او نیز به مانند پیمان معادی در هالیوود بسیار موفق عمل کرده و در آثاری مثل پترسون، دزدان دریایی کارائیب، دختران آفتاب و استخراج به ایفای نقش پرداخته است. همراهان عزیز، مرسی که تا پایان این ویدیو از باید بدانیم با ما همراه بودید. لطفاً نظر خودتون رو درباره این ویدیو از طریق کامنت با ما و دیگر همراهانمان به اشتراک بگذارید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.